هیبت الله به اعضای طالبان، اختلاف و بی‌اعتمادی میانتان سبب شکست می شود. رهبران شمال، جهان با قطع حمایت مالی و سیاسی از طالبان و بازگشت مردم سالاری کمک کند. جنگجویان طالبان در سمنگان یک دهقان جوان را پس از لد و کوب تیرباران کردند. جسد یک کودک از دریای کنر یافت شد. رهبر ایران دستور حمله مستقیم به اسرائیل را صادر کرده است. و امریکا از ایران خواسته که از اقدام تلافی جویانه خودداری کند. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. جنگجویان طالبان در سمنگان یک دهقان جوان را پس از لد و کوب تیرباران کردند. منابع محلی در سمنگان میگویند که جنگجویان طالبان یک جوان را در این ولایت به گلوله بستند. منابع محلی به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد روز چهارشنبه دی اسد در روستای نوروزی ولسوالی روی دوآب رخ داده است. بر روایت منابع، 6 تن از نیروهای طالبان عبدالحق عبدالساله را که مصروف کشاورزی بود در روستای نوروزی پس از لد و کوب شدید دستانش را بستند و تیرباران کردند. منابع میگویند این جوان هیچ گناهی نداشت و بدون موجب کشته شد. عبدالحق که برای کار به ایران رفته بود چند پیش به خانه برگشته و مشغول کشاورزی بود. انگیزه دقیق قتل این جوان معلوم نیست و تا اکنون مسئولان محلی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. رهبران شمال، جهان با قطع حمایت مالی و سیاسی از طالبان به بازگشت مردم سالاری کمک کند. شورای مقاومت برای نجات افغانستان گفته است که جامعه جهانی باید جنایت طالبان را به عنوان جنایت جنگی به رسمیت بشناسد. این شورا روز چهارشنبه دی اسد به مناسبت روز حمله طالبان به شمالی و قتل باشندگان آن از جهان خواسته است که به حمایت های مالی و سیاسیشان از این گروه را قطع کند. در متن اعلامی این شورا آمده است: ضمن محکوم کردن عوامل جنایت جنگی دهم اسد 1378 هجری خورشیدی، درخواست می کنیم که جامعه جهانی جنایات گروه طالبان را به عنوان جنایات جنگی شناسایی و بر روند بازگشت مردم سالاری در افغانستان از طریق قطع حمایت مالی و سیاسی از این گروه کمک کند تا مردم کشور خود قادر به تعیین سرنوشت خود شوند. شورای مقاومت خاطر نشان کرده است که هیچ تغییری در رویکرد طالبان به میان نیامده و این گروه در حال حاضر روش های دیگر را برای سرکوب، قتل و شکنجه مردم در پیش گرفته است. به گفته این شورا، کسانی که با ضمیر آگاه رویدادها را دنبال می کنند انتظار ندارند جهان با گروهی تعامل کند که مرتکب جنایات جنگی شده است. هیبت الله به اعضای طالبان، اختلاف و بی‌اعتمادی میانتان سبب شکست می شود. هیبت الله رهبر طالبان مستقر در قندهار در یک سخنرانی خود به مقامات ارشد و مسئولان نظامی این گروه توصیه کرده که از اختلافات خودداری کرده از دستورات اطاعت کامل کنند. رهبر طالبان در این نشست نمایان نشده و از اتاق دیگر به مسئولان نظامی طالبان سخنرانی کرده است. وزارت دفاع طالبان امروز پنجشنبه 11 اسد در خبرنامه‌ای گفته که هیبت الله آخندزاده در پایان یک نشست سلاحی که برای 600 تن از مسئولان نظامی طالبان در قندهار برگزار شده بود سخنرانی کرده است. در این نشست ملا برادر، سراجیدی نقانی، ملا یعقوب مجاهد، امیرخان متقی، خالد حنفی، فسادین فدرت و دیگر مقامات ارشد طالبان حضور داشتند. بر بنیاد خبرنامه وزارت دفاع طالبان، رهبر این گروه بار دیگر بر رفع اختلافات، اطاعت کامل، خودداری از فرمانهای رهبر طالبان تاکید کرده است. همزمان منابع در قندهار میگویند که رهبر طالبان در این نشست بار دیگر از اتاق سخنرانی کرده است. هیبت الله آخندزاده در این سخنرانی هشدار داده است که اختلافات و بی‌اعتمادی افراد طالبان را با شکست روبرو می‌سازد. و به فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان گفته است که دست از تفسیر سخنان مقامهای ارشد طالبان نزنند و مانند جسد بیرو فرمانها را بپذیرند. ملا هیبت الله آخندزاده در این نشست خواستار عدم اختلاف میان طالبان و تطبیق فرامین از سوی مقامها شده است. این چهارمین بار است که رهبر طالبان در سخنان خود بر عدم اختلافات و اطاعت از رهبری و مقامهای ارشد از سوی مسئولان طالبان تاکید می کند.
جسد یک جوان از دریای کنر یافت شده است. منابع محلی در کنر می گویند که باشندگان ولسوالی خاص این ولایت جسد یک جوان را از دریا بیرون کشیدند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که جسد این جوان روز سه‌شنبه 9 اسد از دریای کنر یافت شده است. به گفته این منابع، این جوان توسط افراد ناشناس نخست به قتل رسیده و سپس جسدش به دریا پرتاب شده بود. این جوان باشنده اصلی ولسوالی چپدره کنر بوده است. انگیزه قتل این جوان و هویت قاتلان وی تا اکنون روشن نشده است. طالبان در کنر نیز چیزی نگفتند. رهبر ایران دستور حمله مستقیم به اسرائیل را صادر کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد ایرانی گزارش داده که علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دستور حمله مستقیم به اسرائیل را صادر کرده است. نیویورک تایمز روز چهارشنبه 31 جولای گفته است که خامنه‌ای این دستور تلافی جویانه را اندک پس از ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صادر کرده است. رسانه‌های ایرانی نیز گزارش دادند که معادلات نبرد ایران و اسرائیل تغییر کرده است. خبرگزاری تسنیم تاکید کرده است که پس از این هر مقام نظامی و سیاسی اسرائیل یک هدف بالقوه برای ایران خواهد بود. ایران و گروه حماس اسرائیل را به ترور اسماعیل هنیه متهم کردند. اسرائیل تا اکنون درباره ترور اسماعیل هنیه اظهار نظر نکرده است. اسماعیل هنیه بامداد روز چهارشنبه در تهران ترور شد. امریکا از ایران خواسته که از اقدام تلافی جویانه خودداری کند. شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آنتونی وزیر خارجه آمریکا با ارسال پیام به ایران از این کشور خواسته که از هر گونه اقدام تلافی جویانه در رابطه با ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس خودداری کند. یک منبع معتبر به این شبکه گفته که وزیر خارجه آمریکا این پیام را امروز پنجشنبه 11 اسد از طریق قطر به ایران ارسال کرده است. در گزارش آمده که امریکا از محمد بن عبدالرحمن آلثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر خواسته است تا پیام‌هایی را به ایران و حزب الله بفرستد و خواستار تنش‌زدایی و خودداری از این اقدام تلافی جویانه شود. منبع گفته که طرف قطری با انتقال این پیام موافقت کرده است. سپاه پاسداران ایران گفته که آقای هنیه در اثر برخورد یک پرتابه به محل اقامتش با یک محافظش کشته شده، اما در مورد نویت این پرتابه اظهار نظر نکرده است. معاون اسماعیل هنیه که او را در این سفر همراهی میکرد گفته است که یک موشک به اتاق آقای هنیه برخورد کرده و او را کشته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.